تا الان که ویدیو خیلی خفنی بوده، داشت به جای باریک کشیده میشد. اومدیم ادامه ویدیو ببینیم که داستان چیه. اینا بچه ها اسیده الستیه میذارن رو زبون، فکر کنم میرن فضا. سخته یکی هم ما باشی، ما ها دارکیم کاناشی، نمیشیم باد داداشی، نه برو با همون که باشی، بس گنگه معامله است، یکی اکسات حامله است، میان بکستیج واسه عکس، همه فلکسات خاطر است، پشتم برام دیس میاد بکش، مهم نی اگه بی جنبه ای نکش، دختر بد لازم نیشی سویج، مامانت ملک زاییده نبچ، به شما کونا دیریل میاد نرج، تهش باید کیرمو کنید منج، تیممون فوله کامل پکیج. این تیکه به کیه منیج؟ شما کونا دیریل میاد نرج، تهش باید کیرمو کنید منیج، تیممون فول. احتمالاً به بچهای جدیدی که مثلا به پوتاتیک انداختن دریلر رو. کیش کش داره کشه تو لوی وی بگیج، ما پولو پله، شما تو تله، درا تو ونه، اتر تو ولت، وایبا دار که داداشا تالنت، آدمو میریزن و می الستیری که زده داره تریپ میزنه دیگه، الان داره تمام زننت، چین تو میزنن رو گردنت، تو رو میکنن تورانو بنت، میزنم بنر کیرم تو فنت، پولای منت و لباس تنت، همه چی دروغ مثل دینت، زندگیت کوتاه مثل کیرت، بو 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 بیارم ریس ای پی رولی لیمیتد، میگم همتونو پا بده بیت، همه یه زندگی کوتاه مثل این دیگه قشنگ، لباس تنت، همه چی دروغ مثل دینت، زندگیت کوتاه مثل کیرت، بو 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 بیارم ریس ای پی رولی لیمیتد، میگم همتونو پا بده بیت، همتونو دولت حامله ایت، قرزو خان خبرش میپیچه که با پوتی بیت داده بی بیت، میری برو اوکی بای، میخوای بخوا نخوای بای، بیای پیشم میشی های، میری فضا تو این وای، پی جی 13 دافا قرتی کارا درتی، پلاس 18 پی هیتین کالا ویتین، و رو تو نمیشه بگین تو بیشی سیسا گولاخ، ای وولا تیما گولاخ، ای وولا میره اون لاخ، ای وولا ای وولا ای وولا کارا شاخ، ای وولا دافا شاخ، ای وولا بسیم شاخ، ای وولا لباسا شاخ، ای وولا کوکارو میز لاین میشه تیپ استایلیشه، جوری تو کفمه میگه میخوام بچم ایرانیشه، ردیف کاربارم، مدافع حقوق بانوانم، پول در میاد با وکالم، تو رو سر زیدت فالو دارم، تکس میده منیجر دیل پایتله، میگم این خیال ول کن بره، میگه پول خوبی میده تی کن بره، بابا بس کن لاین کن بده، میگه ول کن میره بالا آمپرش، به پیش بگو نمیگیره آنتنش، بگو مستی حاجی ولش، اصلا یه پولی هم بده بهش، لفظ میام نیش داره زبونم ونوم، مزمون تکنیک فلوم، اومدم هایپ شد رپ باره انوم، همه جلوم فاک تاپ تنو، له میشی زیر پام سیگاری، مهم نی با هر ترک داری میگایی، مهم نی بازی کنه کدوم این لیگایی، اسم ما رو میاری چون میدونی شاخه کاری میبینی میری نمیتونی تو بیا بالا به همه. یه ثانیه از این زاویه مثل پیشرو بود قیافش و فلوش هم تون، بازی کنه کدوم این لیگایی، اسم ما رو میاری چون میدونی شاخه کاری موسیقی میبینی. یه دفعه رفتم توی فاز پیش نمیری نمیتونی تو بیا بالا به همه جا، بسلی ماتا مافیای ایتالیا، یاکوزای ژاپن، مرتضای هند و هیمالیا، صورت ها چیه سانی وایسا کدوم آهنگ بود؟ میگفت که فکر کنم ترک کنسله بود، میگفت که میزنم اینجا یه چش سوم دراری، یا آلبوم بهرام بود یادم نیست، ولی این چش سوم بود فکر کنم کنسله بود ها. میتونی تو بیا بالا به همه جا، بس لیمات مافیای ایتالیا، یاکوزای ژاپن، مرتضای هند و هیمالیا، صورتمون تنها چیزی که از شبیه ایرانیا، دور و بر منو چش دیدنمو ندارن، میخورن قبل اینکه بخوام پیرن، این پوتک قدیم ها قشنگ کاری موسیسو میبینی میری نمیتونی تو بیا بالا به همه جا، بس لیمات مافیای ایتالیا، یاکوزای ژاپن، مرتضای هند و هیمالیا، صورتمون تنها چیزی که از شبیه ایرانیا، دور و بر منو چش دیدنمو ندارن، میخورن قبل اینکه بخوام پیرنمو درارم، میخوالی شد بگو بیارن دیوانمو. چطوری برن. چطوری به من توضیح بده، علمشو به من بگو، چطوری میتونه طرف بخوره بدنی که لباسو در بیاره، دور و بر منو چش دیدنمو ندارن، میخورن قبل اینکه بخوام پیرنمو درارم، خالی شد بگو بیارن دیوانمو برا من، حتی وقتی تو خونه خوابم میره بالا درآمد، میزنی بالا میاری نزنی هم که خماری، مهم نی کنه کی کاری چی داری بشید میبالی، پولا میشینه لیگالی ولی کارای لیگالی، منو ببینی میمالی دافی زنم من ایتالی، اختلاف نظر داریم ما نمیریم ما زیر بارو، با این خیلی چیزا رو نمیذاریم زیر بارو، میگیرم با دیده بازو دیل ما رو، چیده ما رو همه میرن زیر ما رو، مینیمالو کریمینالو. هولی 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 هی رتب بس نیست دیگه، پارتی بسته دیگه ها. I love when I work out to have a tight compression shirt. بسته دیگه، از یه پارتی میری یه پارتی دیگه سلطان. Hey,
منتظر تکس شب و بیدار حتی یه نقطه خالی برام بیاد. دلم گرم میشه امیدی حد دارم دیوونه میشم لا تنهایی هام. بیبی اگه واقع منو میخوای کاری نکن خیرشم به در و دیوار. سکس منو تو و لب و سیگار فقط یه بار دیگه اسممو بیار. ثابت کن الان وقتشه یه روزی دلم از اینش سرد میشه. امشب که داغم سیگارو سرگیجه مسید بپره دلم از سنگ میشه. این بارم گفتیم حل میشه هنوز تو خیالم میخوابم پیشت. حالم پاییزیه برگا زرد میشه چی جوری این لحظه برات معنیشه. شاید یکی پرش کرد شاید یکی پرش کرد با یکی همونانی که بودن پرش رفت. من با هر کسی بودم مثل خودش رفت. همیشه آخر قصه یکی تنها زنگ میزنم فقط تلفن رو ببی وردار. نمیشه بعد هدوا بذاری بری هر بار. بعد تو هیچ کی رو تو دلم نمیدم را. صبح که پاشدی میکنی تکس و چک پک به پک زدی نکردی بهم تو فک. یه تک فاز بعد دادی میرم این پیک و سک. تقصیر تو نشون دادی این حس و فک. میمیرم برات رو تو چشا زومه. هنو عاشقتم آرزوات آرزومه. هنو همونم و همونی که میگه نرو زوده. با اینکه دوست داره نمیره زیر بار زوره. هدفونم تو گوشمه سیگارم هم روشنه. غم من تنهایی و رابطه ای که توشمه. آدم ها میفروشنه سنگینی بارش روشونمه. دنیا دو روزه و بس یه روزش بیخیال یه روزش مست. هدفونم تو گوشمه سیگارم هم روشنه. غم من تنهایی و رابطه ای که توشمه. آدم ها میفروشنه. یه غم من تنهایی و رابطه ای که توشمه. غم من تنهایی و رابطه ای که توشمه. آدم ها میفروشنه سنگینی بارش روشونم هست. دنیا دو روزه و بس یه روزش بیخیال یه روزش با هیچ چیزی نمی کنم نگاهاتو عوض. قانم حتی بشم یه جبا تو من عبس. سر من نمی رفتی کلاساتو عقص. جلو آینه می کری لباساتو عوض. به چقدر بد میاد نه هی میاد بیادم. خماره یه دراگی که دیگه نیچم. عشقت شد اعتیادم. خوب بلدی به چینی واژه ها رو. بلد بودی در بیاری عدا عاشقا رو. بلد بودی پیچ و خم کار ما رو. بلد بودی به گاهی پس ندی کار ما رو. منم بلد بودم عقص باختم. علی آجی کار ما پس دادن ما رو. بلد بودی به گاهی پس ندی کار ما رو. منم بلد بودم عقص باختم. بلد بودم بدم باشم. رقیب ضعیفی نبودم. بلد بودم فقط دوست داشتم. بهم گفت برو اگه مردشی. عشقی یه طرفه مثل اینه بردشی. بابا بس خود نکنش مهم. طرف رفته وسط لوی ویتان و فلان و بمان و عشق داره. بس دیگه چی دنبال چی میگردی؟ زبرد بشی ولی دوست دارم فکر کنم یه طوری. بهم تکس میدی جا سلام چطوری. میگه هنو دوست دارم یه اوهی. ولی نمیشه چون فیک و دکوری. بعد همه اینا مگه آدم میشه بلند شه. فقط کافی بوده پود جا رو میزه تو خد شه. جوری وامی دادی رابطم اون بسته ترشه. نشه ترشه باشه اصلا به من چه. نمیشه خودتو بدون اون ببینی. دیگه نمیتونی دستشو بگیری. اگه یکی دلش باد نباشه حتی نمیفهمه وقتی بمیری. آشی میدونی من چه نمیگیرم؟ مثلا دختر اینقدر اشغال میکنه با طرف چطوری میتونه طرف بغل کنه اینقدر ریلکس با طرف باشه در صورتی که همزمان داره خیانت میکنه؟ اصلا چطوری میتونه اینو دون چی میگم حسه. هدفونم تو گوشمه سیگارم هم روشنه. غم من تنهایی و رابطه ای که توشمه. آدم ها میفروشنه سنگینی بارش روشونم هست. دنیا دو روزه و بس یه روزش بیخیال یه روزش مست. هدفونم تو گوشمه بادیگارده تنش بالنسیاگاه من نمیدونم. بس یه روزش بیخیال یه روزش مست. هدفونم تو گوشمه شلوارش هم میشه. غم من تنهایی و رابطه ای که توشمه. آدم ها میفروشنه سنگینی بارش روشونم هست. دنیا دو روزه و بس یه روزش بیخیال یه روزش مست. الان قراره کجا بریم؟ ها این تیکرش من یه جا دیدم خیلی وایرال شده. خب چه خبر؟ خبر چه شورت دیگه؟ قشنگ. فقط امیری دیگه الان تو استراحتی؟ استراحت که ما هیچ وقت نداریم راستشو بخوای. رو پروژه های بعدیم که خیلی خیلی هم طول میکشه. کی قراره بیاد بیرون؟ 2027. چه دقیق. بله. قضیه ایلومیناتی بازیه؟ حتما الان حواسشون به اون هست. شاید. خب میدونم که امیری به نظر خودت بزرگترین و بهترین پروژه هستش. ولی مثل این که دوست نداشتم. چطور؟ ببین اینا یک سری از کامنت ها نظراتی هستش که مخاطبین توی فضای مجازی داشتن. اولی ریدی. داداش امیری عالی بود.
به حرف هیچ کی گوش نده، مخصوصا من. قشنگ. تراویس اسکات تحت کمیته. مایک امیری رسید فیک فرستاده بود فکر کنم. بالاخره ما تلاشمون اینه که همه کارو دوست داشته باشن، ولی خب هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته. ولی در هر صورت همیشه سعیمو میکنم که بهترین خودم باشم. خب ببین، مطمئنا نه من، نه طرفدارا، نه مخاطبا دوست نداریم باور کنیم که این بهترین کاری بوده که میتونستی ارائه بدی. خب از... این که نظر لطف شماست و همه طرفدارا، این که توقع بالایی دارن یا انتظارات بالاست، برای من خیلی خوشحال کننده است. یعنی باعث میشه که انگیزه بیشتری بگیرم. آره دیگه، بالاخره انتظارا همیشه از آره. آقای 13 بالا بوده و هست. به هر حال من خودم از ویو و بازخوردی که امیری داشته راضی هستم. جالبه، یعنی یه جوری مصاحبه بعد از پخش امیری تو ترکه که قبلش ثبت شده. من اکثریت هم دوست داشتم. کامنت هایی که دیدیم که خیلی کم هم نبودن اینو نمیگفتن، ولی خودت قبول نداری ویو یوتیوب خیلی معیار درستی نیست برای سنجیدن اینجور موضوعی؟ هست، به نظر من هست. ببین، یوتیوب اگه بزرگترین نگیم، یکی از بزرگترین مدیاها برای پخش اثره و مطمئنن هم هیچ کسی نمیتونه اینو انکار کنه. نه به هیچ وجه هیچ کسی این موضوع رو انکار نمیکنه، ولی یوتیوب پلتفرم اختصاصی میوزیک نیست. تو به عنوان یک یوتیوبر معروف هر چی بذاری قراره ویو خوبی بگیره، که خب حتی توی کانالت ویدیو جدیدت از بعضی ویدیوهای ریاکت ویوش کمتره. وگرنه توی پلتفرم های اختصاصی میوزیک مثل اسپاتیفای خیلی کم شنیده شده. و تازه با این که این محبوب ترین کارت بوده تا الان و تو یکی از ترند ترین آرتیست ها هستی توی مارکت، کنسرت ها بازم پر نمیشن. جالبه که داری این، ببین خیلی چیز میخواد و خیلی جنبه میخواد که همچین چیزی توی خود آهنگش بیاد بگه. ببین کلا موسیقی یه کانسپت سلیقه‌ایه، یعنی خیلی سخته تو بخوای یه کاری بدی همه رو راضی نگه داری. با این حال که خودم دوست دارم همیشه یه کاری بدم که همه دوست داشته باشن، ولی خب آدم ها متفاوتن دیگه. یه سری با تیپ عمل نمی کنه، یه سری با قیافه عمل نمی کنه، یه سری با موزیک عمل نمی کنه، یه چیز کاملا طبیعیه. ولی من سعی کردم بهترین رو بذارم و نه تنها من، این آرزوی هر آرتیستیه که یه کاری بده که همه دوست داشته باشن. کار غیر ممکنیه، ولی به هر حال همه آرزوشون همینه و امیدوارم یه روزی خودم هم بتونم به این نتیجه برسم. انشاءالله 2027 هفته آفیل 2027 مطمئنن که قرار خیلی خوب و بهتر از کارهای الان باشه، شک نکن. خب الان گفتی که آرزوی هر رپر و آرتیست اینه که یه کاری انجام بدن همه دوست داشته باشن. 100%. یک سوال اساسی دیگه‌ای که در خصوص تو همیشه بوده و هست اینه که بالاخره شخص تو پوریا پوتک یوتیوبره یا رپره؟ اصلا چه فرقی میکنه؟ پس کن دوتاش. خب نمیشه دیگه، یکی بیشتر از اون یکی دیگه حتما. تو اصلا ببین کدومو دوست داری باشی؟ الان مثلا فکر کن رفتی خواستگاری، خب الان پدر عروس میگه خب آقا دوماد شما چی کار این؟ کارتون چیه؟ کدومو میگی؟ تو اونی که توش بهتری رو میگی یا اونی که دوست داری باشی؟ تو با من مشکل داری یا هر کسی میاد تو برنامه اینجوری برخورد میکنه؟ مشکل چیه؟ چرا بهت برخورده؟ واسه اینکه از اولین سوالی که پرسیدی تا الان همش داری یه کاری میکنی، تلاش میکنی که بهم بر بخوره. بیخیال بابا، من فقط چند تا سوال روتین و معمولی پرسیدم. فکر نمی‌کردم بچه پیروزی اینقدر حساس باشه. ما اومدیم یکی از متفاوت‌ترین کارا رو انجام دادیم با یه تیم کاملا حرفه‌ای که شاید کمتر کسی این کارو انجام داده باشه. و تا الان درباره ایلومیناتی و شیطان پرست بودن و اینکه کنسرتات پر میشه پرسیدی و بجز اون دوتا کامنتی که به پروژه ربط داشت اصلا وارد اتفاقی تو این پروژه افتاده نشد. و به جای اینکه بیاین نشون بدیم که چقدر ما کار مهمی انجام دادیم و چقدر سخت بوده، فقط پرداختید به حاشیه‌ها و همین باعث میشه مخاطبم به جای اینکه به مهم بودن و زحماتی که واسه این کار کشیده شده بپردازه، اونم میره سمت حاشیه‌ها. الان رسید به این سال که آیا من یوتیوبرم یا نه، چه فرقی میکنه؟ چی بودن مهمه؟ چی بودن معلوم نباشه، با شهرت یکی تو اون یکی قلدری میکنن.
آجی ولی ببین به نظر من اصلا این واقعا سوال چرتیه، چون مثلا حالا پوتک پوتکی از هر کسی که توی یوتیوب فعالیت میکنه، حالا میگم هر کسی، ولی شاید بگم بیشتر از 50% کسی که توی یوتیوب فعالیت میکنن یه زندگی موازی هم دارن، یه زندگی دیگه هم دارن. مثلا من خود من، خب خیلی هم میدونن دیگه، من دارم دندون پزشکی میخونم دیگه، چند ماه دیگه هم مدرک هم میگیرم دندون پزشک میشم و یوتیوب هم دارم به کنارش ادامه میدم. خب بعضی وقت خب نسبت به 2-3 سال پیش شلتر شده به خاطر اینکه کارهای دندون پزشکی بیشتر شده، ولی میدونی یعنی خیلی ها هستن که فقط فوکسشون رو یوتیوب نیست، یا طرف حالا رپره یا پزشکه یا دندون پزشکه یا چه میدونم آشپزه، صرفا نمیتونی بگی آقا کدومه. آقا وقتی دو تاشو داری انجام میدی یعنی دو تاشو میتونی انجام بدی و دو تاشو مخاطب داری که انجام داری میدی. هر کی باشون خوب باشه رو استعداد میکنن. بالاخره قضیه ایلومیناتی همینه دیگه، مگه نه؟ اینا که همش بالاخره شهرت چه فرقی میکنه؟ چی بودن مهمه، چی بودن معلوم نباشه، با شهرت یکی تون یکی قلدری میکنن. هر کی باشون خوب باشه رو استعداد میکنن. بالاخره قضیه ایلومیناتی همینه دیگه، مگه نه؟ اینا که همش یه مش حرف تکراری و دروغه. هر کی با من خوب بوده من کمکش کردم و سعی کردم کمکش کنم و باش خوب بودم. هر کی با من خوب نبوده بازم سعی کردم کمکش کنم و اگه اتفاقی نیفتاده مطمئن باش مشکل خودش بوده. پوتک جان ما همه این حرفا رو شنیدیم قبلا، چیزی ندیدیم. خب بالاخره ما آدما رو با چیزی که توش معروفن میشناسیم دیگه، پس فرق داره تو چی باشی و چی صدات کنن. اصلا فارغ از اینا، اون مخاطبی که تو این بدبختی داره تو رو دنبال میکنه با وی پی اینی که باید بخره، با پول اینترنت، با همه بدبختی اینا تو رو دنبال میکنه، نگات میکنه، اون حق داره در مورد آرتیست مورد علاقش بدونه، یا اینم حتما نه؟ ببین از چونه مردم لقمه نگیر، تو نه چیزی در مورد این مردم میدونی نه اصلا این مردم برات مهم هم. فقط نشستی اینجا به خاطر چه میدونی چیه؟ همین چیزی هم که این یه جورایی تیکه به یوتیوبرا مصاحبه کننده هم هست این، چون از اسم پوتک خب خودش گفت دیگه، خب خیلی هستن که از پوتک و تتالینا ویو میگیرن اوکی، یه سری هستن که از اسم آرتیستا بد پول در میارن. یعنی مثلا تتالو که رفته بود زندان خیلی ها بودن که داشتن با فقط تیتر تتالو پول در میآوردن، در حالی که به نظرم واقعا اون خوردن نداره. تو نه چیزی در مورد این مردم میدونی نه اصلا این مردم برات مهمه. فقط نشستی اینجا به خاطر چوس مسخال بیو حاضری هر کاری کنی. مگه نه این جوونایی که میبینی این چرندیاتی که تو داری بهشون میفروشی اصلا براشون مهم نیست؟ پسره یک عمر داره کار میکنه فقط بخاطر اینکه یه قدم بره جلوتر، ولی هر سال میبینه رویاش داره کوچیک و کوچیکتر میشه. دختره نمیره بیرون که کسی بهش چرت نگه بگن یارو خرابه، یارو اله، یارو بله. بعد به نظر تو واسه این دختره مهمه که من حالا شیطان پرستم یا کدوم خر دارم میپرستم؟ واقعا یارو دو سال خدمت کرده زیر چک. حالا همه چی بذاریم کنار، بازیگری پوتک، این دیالوگ حفظ کردن اینا نایده نگیر، اینا خیلی خوب داره بازی میکنه خدایی. یارو دو سال خدمت کرده زیر چک افسر رفته اونجا هم اتاقیاش انگولش کردن، اومده بیرون سگدو داره میزنه که اگه سگدو نزنه میدونی چی میشه؟ گرسنگی میمیره. اگه سگدو نزنه گرسنگی میمیره. بعد تهش هم عشقش به خاطر یه تیک آهن میفروشتش. یارو 10 ساله باباشو ندیده، 10 ساله ننه‌شو بغل نکرده، فقط داره با خاطراتشون تو این غربت کوفتی میگذرونه. بعد واسه اون بیاد به این فکر کنه که وای پوتی الان یوتیوبره یا نه، خودت وای جواب این سوال چیه؟ این یوتیوبره یا نه؟ ببین واقعا اصل این آرتیست یا یوتیوبر مهم نیست، اون محتوا مهمه. اون محتوا میتونه حالا رپ باشه، میتونه ویدیو باشه، میتونه رو برات میبینی محتوای جذاب باشه. نمیدونم من اینجا دارم زیاد روی میکنم یا شماها نه میبینید نه اصلا چیزی رو میشنوید، هیچی. بعد تو عزگر به جای اینکه بیای حالا 10 نفر رو، فقط 10 نفر رو لعنتی، فقط حالا 10 نفر رو خوب کنی، داری بری فکر میکنی که من چجوری دهن این بوتک رو سرویس کنم. برای چی؟ به خاطر ویو. بیا ویوز، برو سراغ نفر بعدیت. میگه بیا ویوز نین چرا؟ چون با این جنجال درست کردنی که از پوتک داره چیز میکنه، خب همین وایرال میشه دیگه و از چنل طرف داره میاد به خاطر خود پوتک که این پوتک رو خراب کرده. میگه آقا اینم ویوت نخواستم اصلا، بذار باشه تو ویدیو.
همه چی تموم میشه. میگفتن تموم میشه. نشد. حرفاشون تموم نشد. قضاوتهاشون تموم نشد. گفتن یادت میره. یادم نرفت. باید یادت بره. نمیره. نکش خودتو. نگاهشون تموم نشده که بخواد یادم بره. Hey, it's Ryan Reynolds. خب این چه جای تبلیغه؟ All is to spend as little as possible on things like commercials. So we can pass on. آخرین ترکش هم باید باشه چون 3 دقیقه دیگه. گرماشو حس میکنم. گرمای جای داغ گلوله رو. گرماش مثل گرمای بغلش. مثل گرمای بوسه های مادرم رو پیشونه. مثل گرمای چای توی پارک با رفیقا. تموم شد. میگفتن چیزای بد میگذره میره. برا من همه چیزای خوب گذشت. دوباره باختم مثل همیشه. تموم شدم مثل همه چیزهای خوب دیگه. نه آخرین شکر این تموم شد. شاهکار پوتک توی بازیگری اون مستر پیسشون آخرش شد و بعدش تموم شد. همه سیری سر این دختر است. این هم از امیری. واو واو والا سلاطین نمیدونم چی بگم. یعنی یکم دارک بود. یعنی حرفایی که میزد احساس میکنم یه سری عقده بود که توی پوتک مونده بود. یکی دوبار توی آهنگش اشاره کرد و آخرش اون مونولوگی که داشت آخرش خیلی واقعی بود. یعنی شور یه قسمت بزرگیش بازیگریه ولی احساس میکنم از ته دلش انگار داشت احساساتش رو بازی میکرد. و یه چیزی که ما باید درک بکنیم اینه که همه ما کانتنت کریتر، همه ما محتوا سازا، جنریشن اولی، نسل اول این داستانیم و یکم طول داریم. یعنی تازه خیلی بهتر شدیم ولی یکم طول میکشه تا فرهنگ یه چیزها رو یاد بگیریم. ایرانم نمیگم و حتی توی آمریکاش، چون نسل اوله که داره به عنوان یه شغل تلقی میشه که محتوا سازی فلان به عنوان ویدیو درست کردن، یه سری چیزها هست که کم کم منسوخ میشه. به نظر من یه سری فرهنگ سازی ها میشه 100% و آردی الان خیلی شده. و یکیش اینه که واقعا خیلی راحت تو فضای مجازی میشه پول در آورد. میشه مردم رو خر فرض کرد. میشه خود من میتونم فرد یه چیز علکی درست کنم ازش پول در بیارم، طرف مقابلم ازش پول در بیارم. ولی خیلی امید دارم که قضیه خیلی بهتر از اینا
پیش بره و یکم فرهنگ درست بشه. اینا رو بذاریم کنار. پروژه امیر خسن هاشمی هم به خود پوتک دستندرکاران کارگردان کیا مظفری که فوق العاده بود. دمتون گرم باشه که تو این دوتا ویدیو با من بودید. حرف دیگه ندارم، حتما برید از پوتک حمایت بکنید، ساپورتتون رو نشون بدید تا ویدیوهای بعدی. زن زندگی آزادی.